سرخط مهمترین خبرها. تصمیم تازه وزارت معادن و پترولیم درباره صادرات زغال سنگ. تا دو ماه دیگر هیچ بازرگان بدون مکتوب رسمی نمیتواند زغال سنگ را به خارج از کشور صادر کند. و بعد از تاریخ اول عقرب اینا مکلف هستند که جهت صادرات زغال سنگ خود مکتوب صادراتی وزارت را نزد خود داشته باشند. تأکید کابل و تهران بر افزایش همکاری ریلی میان دو کشور. رئیس اداره خط آهن در سفر به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. ایرانی لوری و افغان لوری تأکید پردی و کرد چی باید لدغی وسپنی پر لیت سخری انتقالات و کچل ورسی. و تعلیق حکم 3 سال زندان عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان. بر اساس این تصمیم نخست وزیر سابق همچنان از فعالیت‌های سیاسی منع است. حکم زندان او به تعویق افتاده. جزئیات بعداً به دسترس قرار خواهد گرفت. ان شاء الله خان صاحب امروز رها خواهد شد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، وقت شما بخیر. من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت میکنم به بسته خبرین ساعت از تلویزیون تمدن. مشروع خبرها. وزارت معادن و پترولیم قرار است طی کمتر از 2 ماه دیگر روند صادرات زغال سنگ را در اختیار بگیرد. سخنگوی این وزارت میگوید از اول ماه عقرب سال جاری هیچ بازرگان و سرمایه گذار بدون مکتوب این وزارت نمیتواند زغال سنگ را به خارج از کشور صادر کند. هدف از این اقدام وزارت معادن و پترولیم ایجاد شفافیت و صادرات زغال سنگ و مشخص کردن میزان مصرف داخلی این مواد گفته شده. ذبیح الله شریفی گزارش می‌دهد. شرایط تازه وزارت معادن و پترولیم برای صادرات زغال سنگ به خارج از کشور. تصمیمی که تمامی بازرگانان و سرمایه‌گذاران را از اول ماه عقرب سال جاری مکلف می‌سازد که برای صادرات این مواد معدنی مکتوب این وزارت را داشته باشد. سخنگوی وزارت معادن و پترولیم هدف از اتخاذ این تصمیم را ایجاد شفافیت در صادرات و مشخص کردن میزان مصارف داخلی این مواد معدنی عنوان کرده است. پروسه صادراتی زغال سنگ را از تاریخ اول عقرب سال جاری در اختیار خود بگیرد. فلحاظا به تمام تجارای زغال سنگ خبر داده می شود تا اول عقرب پروسه صادراتی خود را به شکل نرمال پیش ببرد. و بعد از تاریخ اول عقرب اینا مکلف هستند که جهت صادرات زغال سنگ خود مکتوب صادراتی وزارت را نزد خود داشته باشند. زغال سنگ از مهمترین اقلام صادراتی افغانستان در سال گذشته بوده، اما مشکلات اقتصادی در پاکستان و افزایش تعرفه صادراتی این مواد میزان صادرات را در ماه‌های اخیر به گونه چشمگیری کاهش داد. به دنبال کاهش نرخ جهانی زغال سنگ و کاهش میزان صادرات، حکومت افغانستان هفته گذشته محصول گمرکی را به $30 و تعرفه ریالتی را به 2200 افغان کاهش داد. کاهش تعرفه ریالتی زغال سنگ از سوی حکومت سبب کاهش نرخ مواد در بازارهای داخلی نشده است. چنانچه حالا 1 تن زغال سنگ از 10000 تا 11000 افغانی به فروش می رسد. غریب و هم بیچارهای کار نیستدن، مردم هم میان خریده بیتانه بیدن. دغه قیمتونو په همدغه شکل وساتل سي ترسو دغه د افغانستان خلکو کولی شي د مواد سوخت واخلي او هغه خپل ضرورتونه پرې رفع کړي. با کاهش تعرفه گمرکی و ریالتی زغال سنگ، میزان صادرات این مواد معدنی به بیرون از کشور از جمله پاکستان بار دیگر بیشتر شده. با این حال شمار از آگاهان اقتصادی میگویند باید جلو صادرات بیرویه زغال سنگ گرفته شود تا کارخانه‌های تولیدی در داخل با کمبود روبرو نشود. ارزان ترین نوع تولید برق حرارتی از زغال سنگ می باشد. اگر ما به عوض برق وارداتی برنامه های زودرس تولید برق زغالی را آغاز بکنیم، ما از واردات برق از کشورهای همسایه بی‌نیاز میشیم و کم از کم $300 تا $400 میلیون در وضع موجود از واردات ما کم میشه و ما به خودکفایی میرسیم. همه سال با نزدیک شدن فصل سرما نرخ این مواد سوختی در بازارهای داخلی افزایش می‌یابد. وزارت معادن و پترولیم اما می‌گوید تلاش دارند در سال جاری جلوی گران فروشی‌ها را بگیرند.
رئیس اداره خط آهن افغانستان در سفر به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و پیرامون موضوعات مختلف از جمله تشدید همکاری‌های ریلی بحث و گفتگو کردند. سخنگوی اداره خط آهن میگوید در این دیدار درباره سرعت انتقالات از قطعه سوم خط آهن هرات خاف و نقش آن در تجارت دو کشور نیز بحث و گفتگو شده است. از سوی هم مسئولان در اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری میگویند آغاز انتقالات از این مسیر میتواند در صادرات و واردات کالای تجاری کمک کند. محمد اسلام بهنوش جزئیات میدهد. همزمان با ترافیک سنگین دیپلماتیک میان کابل و تهران، دیروز دوشنبه بخت الرحمن شرافت رئیس اداره خط آهن افغانستان در رأس یک هیئت راهی ایران شد. آقای شرافت در سفرش به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و پیرامون موضوعات مختلف بحث و گفتگو کردند. گفته شده دو طرف در این دیدار درباره سرعت انتقالات از قطعه سوم خط آهن هرات خاف و همکاری های ریلی میان دو کشور تاکید کردند. ایرانی لوری و افغان لوری تاکید پردی و کرد چه باید لدغی وسپنی پرلی سخر انتقالات و کچل ورسی. ایرانی لوری دار سرگند کرد چه دوی تدی ملاتر کوی او حدس کوی چو دخواف هرات رای می توتی وسپنی پرلی للاری ده انتقالات و کچل ورسی. خط آهن هرات خاف 226 کیلومتر طول دارد که افغانستان را با خط ریلی ایران وصل می کند. قطعه سوم این مسیر نیز حدود 1.5 ماه پیش به بهره برداری سپرده شد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ما میگوید انتقالات از قطعه سوم خط آهن هرات خاف هنوز شروع نشده و با توجه به میزان بالای مبادلات تجاری بین دو کشور آغاز به کار آن از اهمیت بالایی برخوردار است. با ایران چون زیادترین تجارت ما به ایران است، هم واردات و هم صادرات از امور ترانزیت ما میشه به ترکیه و به خلیج. بنان اینمی پروژه سوم خاف امی بخش سومشان بسیار اهمیت داره و ما امیدوار هستیم که به زودترین فرصت کارشان شروع شوه، فعال شوه تا انتقالات منظم و مسلسل صورت بگیره. با توجه به موقعیت جغرافیایی افغانستان، خط آهن به عنوان کم هزینه ترین مسیر ترانزیتی افغانستان به کشورهای همسایه و منطقه قلمداد می شود. آگاهان اقتصادی نیز تأکید دارند حکومت باید برای توسعه این مسیر توجه جدی داشته باشد. بنابراین اگر بالای خط آهن در افغانستان سرمایه گذاری شود، این مسئله به گونه قطعی می تواند که در قسمت انکشاف اقتصادی افغانستان ما را کمک و یاری برساند. او د دغه وسیلتو له نتیجې د افغانستان په عوایدو کې د پام وړ زیاتوالی راځي، او همدارنګه ترانسپورټي کوم توکي چې انتقالیږي په ډېرو کم مصارفو او ډېر زر انتقالیږي، چې دا په ټوله کې د سیمې په سطحه یو اقتصادي څلور لاره رامنځته کوي. با این همه اتاق تجارت و سرمایه گذاری میگوید انتقال کالاهای تجاری از طریق خط آهن نسبت به سال گذشته 25 تا 30% افزایش یافته است. فرماندهی پلیس بلخ از کشف و ضبط یک ذخیره‌گاه مهمات در این ولایت خبر می‌دهد. به گفته پلیس بلخ این مهمات شامل 37 میل کلاشنکوف، 1 میل پیکا و برخی مهمات است که از ولسوالی چهارکنت این ولایت کشف و ضبط شده است. مسئولان امنیتی بلخ بر تمرکز جدی در راستای جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی تاکید کرده می‌گویند به هیچ گروه اجازه ناامن‌سازی بلخ را نمی‌دهند. کشف و ضبط یک ذخیره‌گاه سلاح‌های مختلف و نو در ولایت بلخ. مسئولان امنیتی این ولایت می‌گویند این مهمات را از ولسوالی چهارکند به دست آورده‌اند. این سلاح که شما مشاهده می‌کنین از ولسوالی چهارکند از قری قلقدو 37 میل کلاشینکوف است، 9 میل توپانچه است، 1 میل پیکا است. دیگه شما می‌بینید که مختلف نوع مهمات است. اقدام پلیس بلخ برای کشف و ضبط سلاح‌های غیرقانونی با استقبال باشندگان این ولایت مواجه شده. آنان اما خواهان تأمین امنیتی بهتر از سوی نیروهای امنیتی هستند. زهیله کوم با اوسنی وقتو که هغه د تلفون غلاوی او هغه اختطاف شه په دې وروستیو که مزار شریف خار کې ډیر سوی د لنتیز وکونه هیله کوم چې د دغه
مخه دی ونیسی د امنیت لاخه والی لپاره از پولیس توقع داریم که همون طوری که امنیت شهروندان را به عنوان یک دستاورد همیشه یاد میکنن در عرصه تامین امنیت شهروندان و ای که جلوی دزدا و مجرمین گرفته شوه تلاش های بیشتر داشته باشند. با این حال سخنگوی پلیس بلخ از تلاش ها برای تأمین امنیت سخن زده می گوید به کسی اجازه اخلال نظم عامه را نمی دهند. این شکایت رسیده انشاءالله نیروی امنیتی ما این موضوع را روی دست گرفته. شما ببینین در چند روزی که بعضی از واقعیت سرقت با ما ثبت شده ما چک پوینت ها و گزمای سیر خود افزایش دادیم تا ما بتانیم کسایی که سرقت و کسی برو میکنه جلو اینا را بگیریم و اونا را پنجه قانون بسپاریم. در کنار کشف و ضبط سلاح‌های غیرقانونی بازداشت بیش از 30 تن در یک هفته گذشته در پیوند به جرایم مختلف جنایی از دیگر دستاوردهای فرماندهی پلیس ولایت بلخ است. و حالا بیننده چند خبره کوتاه باشید. چین اولین محموله تجارتیش را از طریق مرز خنجر به پاکستان به افغانستان فرستاد. رسانه های پاکستانی گزارش دادند که این محموله از شهر کاشغر چین وارد گذرگاه خنجر در پاکستان شده و پس از آن به کابل می رسد. مقامات پاکستانی گفتند این مسیر ترانزیت زمان سفر را تقریبا 70% و هزینه های لوجستیک را 30% کاهش می دهد. پاکستان امیدوار است که از طریق این مسیر تجارت ترانزیتی به قطب اصلی تجارت زمینی بین کشورهای منطقه تبدیل شود. سازمان جهانی صحت بار دیگر با نگرانی از کمبود بودجه برای ارائه خدمات صحی هشدار داد. احتمال می رود که در روز 24 مادر در افغانستان به دلیل امراض قابل پیشگیری جان دهند. این نهاد گفته است پیش بینی می شود که این آمار به صورت چشمگیر افزایش یابد. سازمان جهانی صحت گفته برای ارائه خدمات صحی به مردم افغانستان تا پایان سال جاری میلادی به 125 میلیون دلار بودجه نیاز دارد. سازمان خوراک و زراعت سازمان ملل با همکاری مالی ژاپن یک پروژه 4 ساله را در شرق افغانستان آغاز کرد. این سازمان پیش بینی کرده که تطبیق این پروژه تولید کلی کشاورزی را تا 12% افزایش خواهد داد و خانواده های روستایی فقیر می توانند به جای یک محصول 2 محصول در سال بکارند و درآمد و امنیت غذاییشان را افزایش دهند. با عملی شدن این پروژه بیش از 125 هزار نفر که در معرض ناامنی غذایی هستند تا این یک روند 4 ساله تحت حمایت قرار می گیرند. مسابقه کتابخوانی از کتاب خود را بسازیم اثر گرانسنگ معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی برگزار شد. شرکت کنندگان میگویند با مطالعه کتاب خود را بسازیم چیزهای زیاد را آموختند. ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان جوانان و تزریق علم و دانش در جامعه از اهداف برگزاری این مسابقه گفته شده است. خود را بسازیم اثر گرانسنگ معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه که به عنوان کتاب منبع در مسابقه کتابخوانی در ولسوالی شهرستان ولایت دایکندی از آن استفاده شده است. مسابقه کتابخوانی که حالا اسامی برندگان آن اعلام شد و برای نفرات برتر جوایز اهدا گردید. شرکت کنندگان می گویند با مطالعه کتاب خود را بسازیم اثر گرانبهای معلم افغانستان حضرت آیت الله العظما محسنی رحمت الله علیه چیزهای زیادی را آموختند. نام کتاب خود را بسازیم از حضرت آیت الله العظما شیخ آصف محسنی قندهاری بسیار یک کتاب خوب و آموزنده کتاب از شیخ آصف محسنی بود. بسیار کتاب خوبی بود، بسیار مسئول برگزاری این مسابقه نیز هدف از برگزاری آن را ترویج فرهنگ مطالعه و کتابخوانی در میان جوانان و تزریق علم و دانش در جامعه عنوان می کند. تزریق کتاب، تزریق علم و دانش، بالا بردن روحیه فرهنگی، روحیه کتابخوانی، روحیه علم و دانش، اینا هدف ما.
برگزاری این مسابقه با استقبال گرمی در میان جوانان مواجه شده است، تا جایی که برخی از افراد که از شرکت در این مسابقه بی بهره ماندند خواهان برگزاری چنین مسابقاتی در آینده هستند. متاسفانه خود من رسیده نتوانستم، منتها که آمدم اینجا نگاه کردم بسیار یک مسابقه جالب و جذاب بود. بسیار خوشحال شدم از کسایی که مسابقه را برگزار کرده بود. این مسابقه برای مردم مفید است، انشاءالله در آینده ها نیز این مسابقات تکرار شد. از جانبی هم مسئول برگزاری این مسابقه گفته در برگزاری آن خیرین نیز سهم قابل ملاحظه ای دارند و هزینه جوایز در نظر گرفته شده در این مسابقه را خیرین پرداختند. در مرکز صحت معتادان ریاست زندان قندهار برای 70 فرد دارای اعتیاد زمینه آموزش خیاطی فراهم شده است. در این مرکز صحی افراد دارای اعتیاد که تحت درمان قرار دارند به مدت 6 ماه حرفه خیاطی را می آموزند و صاحب کسب و کار می شوند. در حال حاضر 2500 فرد دارای اعتیاد از ولایت های قندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزگان و فرا در این مرکز درمانی نگهداری می شوند. اینجا مرکز صحت معتادان ریاست زندان قندهار در ولسوالی تختپول این ولایت، جایی که به تازگی حکومت زمینه آموزش های کوتاه مدت را برای این افراد فراهم کرده تا پس از درمان به گونه سالم به آغوش خانواده هایشان برگردند. در اولین دوره قرار است 70 فرد دارای اعتیاد حرفه خیاطی را بیاموزند. دل تمر راویا کنه شاگردان لرو په دوه دورو کې دی، یو د سار په دوره کې دی، د سار راتو بجو څخه بیا در غرمه در ټول څخه بجو 15 دیش تنه دی، او د ماپشن په دوره کې بیا د یو بجو څخه تر 15 بجو پر بل دوره د اغم 15 دیش تنه دی. قرار است پس از اتمام دوره 6 ماهه آموزشی برای هر یک از فارغین لوازم خیاطی داده شود تا پس از درمان بتوانند آینده روشنی برای خود رقم بزنند. خوشحالم در کسب 13 سو در کسب بده که بیا چند پلاس ده که بیا دی خود خانم را بسه یه خیلچی بده که یه خانم میزده که سکاری ده که بسه در دیگه سر وقت فریق شد در قشبان نشد در قدر سمورت و وز شد در سنتی ده بیا چون لرد کورت بیا که پا بازار که بود پن منا پیچی مدون کام کرد یک بود منا پا کور که بود منا در کار دمون پا کور کم که بود. در این مرکز بیش از 2500 تن از ولایت‌های قندهار، هلمند، نیمروز، زابل، اروزگان و فرا نگهداری می‌شوند. یغم داد این اردوانان تن از بس نشی اس ندی من لاس وایخت ندی بس زن جور کی زن علاج بو کی ندی دخلاج بون فن پیچ کی نستم او خپل کورانی ته خدمت وک خپل بچان وسای خپل پور ژوند څنګه نشی اچ بون ندی نشی ژوند ډیر سړی ژوند نشاو کی نه لکو بس اولاد یو کوم تاوان دی درنه کوم تاوان خورنه یم په غوژن کی جنل او په تزماله منو خو بس خپل زند زوانی دغه دی وکي نه حفاظت وکي. در حال حاضر آمار مشخص از افرادی دارای اعتیاد وجود ندارد. وزارت صحت عامه حکومت پیشین اما آمار افرادی دارای اعتیاد را 2.5 میلیون تن اعلام کرده بود. آمارهای غیر رسمی نشان می‌دهد رقم افراد دارای اعتیاد بسیار بیشتر از این رقم است. در ادامه می‌بینید. هشدار رهبر حزب الله لبنان به سران رژیم اسرائیل نسبت به ترور رهبران مقاومت. و تعلیق حکم 3 سال زندان عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان. بر اساس این تصمیم نخست وزیر سابق همچنان از فعالیت‌های سیاسی منع است. حکم زندان او به تعویق افتاده. جزئیات بعداً به دسترس قرار خواهد گرفت. ان شاء الله خان صاحب امروز رها خواهد شد. از شعرا و نویسندگان بامیانی از فراموشی و بی‌توجهی حکومت نسبت به شعر و ادبیات نگرانی دارند. عبدالعلی شفق یکی از شعرا و نویسندگان بامیانی میگوید عدم توجه به ادیبان و شعرا سبب شده که شعر سرایی و نویسندگی در کشور کمرنگ شود. ریاست اطلاعات و فرهنگ بامیان ما میگوید روند ثبت و دسته‌بندی نویسندگان و شعرا را آغاز کرده و پس از شناسایی با آنان همکاری میکند.
ادبیات و نویسندگی، موضوعی که در دو دهه گذشته کمتر به آن توجه شده و در حال حاضر نیز رفته رفته به باد فراموشی سپرده شده است. در اینجا بامیان شماری از شعرا و نویسندگان با نگرانی از این وضعیت میگویند هر کدام چندین اثر ادبی دارند که به دلیل مشکلات اقتصادی نتوانستند طبع و نشر نمایند. حدودا 8 عنوان کتاب دارم که 6 تای از این در قالب شعر و غزل و مثنوی سروده شده که در مجموع اگر محاسبه بکنیم بشه به سر 1000 بیت. و یک اثر دیگه هم دارم آماده به چاپ که فعلا شرایط اقتصادی و شرایط فرهنگی همچنان مناسب نیه به این کار، هم یک مقدار کسایی که مطالعه میکردن فعلا نظر در شرایطی که امروز ما قرار داریم زده شده از مطالعه، چون هر چیز یک انگیزه میخواد، فعلا یک مقدار انگیزه ها پایین آمده. با آگاهان فرهنگی و اساتید دانشگاه نیز به این باورند وضعیت نابسامان اقتصادی نویسندگان و عدم حمایت از آنان روی رشد و پیشرفت ادبیات و نویسندگی در کشور تاثیر منفی داشته است. سمینار بود در اکادمی علوم در رابطه با شعرایی که در افغانستان است، مثلا بحث کردیم سرش. من 7-8 شاعر برجسته را بررسی کردم، نامی از شاعر بامیانی در اونجا نبود. پس بنابراین ما نسبت به جایگاه بامیان و نام بامیان در بین سایر ولایات ضعیف عمل کردیم. با این وجود رئیس اطلاعات و فرهنگ بامیان اما میگوید روند ثبت و شناسایی شعرا و نویسندگان را آغاز کردند و پس از شناسایی در زمینه طبع و نشر اثرهایشان با آنان همکاری میکنند. یدی اثر څومره دي، څومره چاپی دي، څومره ناچاپ دي، هغه چې چاپ دي دوی تشویق برخه کې غوښتره همکاري کوي، او کوم چې ناچاپ دي هغه وزارت ته موږ وړاندې کوو، دی به حق ریاست له خوا نه چاپ کیږي ورته یو کمیټه هم لري. شماری از فرهنگیان بامیانی نیز میگویند وضعیت نابسامان اقتصادی و عدم حمایت از نویسندگان سبب شده که بسیاری از شعرا و ادیبان کشور را ترک کنند. پس از بررسی دادخواهی تیم حقوقی نخست وزیر سابق پاکستان، دادگاه عالی این کشور حکم آزادی عمران خان را صادر کرد. بر اساس این تصمیم حکم زندان آقای خان هم تعلیق می شود، اما او همچنان از فعالیت های سیاسی منع است. وکلای نخست وزیر سابق پاکستان از این حکم استقبال و آن را پیروزی قانون خواندند. قرار است در جریان امروز سه‌شنبه عمران خان از زندان آزاد شود. تصمیم سرنوشت ساز دادگاه عالی پاکستان درباره نخست وزیر سابق که باز هم در عرصه سیاسی این کشور جنجال برپا کرده. دو قاضی ارشد این دادگاه دستور به آزادی عمران خان داده و حکم حبس او را هم تعلیق کردند. رئیس دادگاه اسلام آباد تاکید کرد محاکمه آقای خان مغایر با قوانین این کشور صورت گرفته. عمران خان حدود یک ماه پیش در یک تصمیم جنجالی به 3 سال زندان محکوم و بازداشت شد. حالا پس از تصمیم تازه دادگاه عالی تیم وکلای او تاکید کردند آقای خان در جریان روز سه‌شنبه آزاد می شود. حکم زندان او به تعویق افتاده، جزئیات بعداً به دسترس قرار خواهد گرفت. انشاءالله خان صاحب امروز رها خواهد شد. پس از برکناری نخست وزیر سابق در سال گذشته، او تا زمان بازداشت خود با وجود فشارهای سیاسی سنگین هرگز دست از رویارویی با ارتش قدرتمند و دستگاه اطلاعاتی آن بر نداشت و آنها را به طور علنی متهم به تلاش برای تخریب فضای سیاسی این کشور و حزب تحریک انصاف کرد. اقدامی که آتش خشم ارتش را بیشتر کرد و عمران خان و حزب تحریک با سرکوب گسترده مواجه شدند. قانون و انصاف امروز پیروز شد. شما برایم بگوید عمران خان را که 25 روز در زندان نگه داشتید، خرامت این را کی می‌دهد؟ برای تلافی این اشتباه چه اقدامات خواهد شد؟ در روز اول گفتم که فیصله این قاضی متعصب غیر قانونی است. بن‌بست میان ارتش و عمران خان، محبوب ترین رهبر پاکستان، هنگام به اوج رسید که دارایی‌ها و ساختمان‌های ارتش از سوی طرفداران آقای خان
غارت شدند. پس از بازداشت کوتاه مدت نخست وزیر سابق در ماه صفر سال جاری، هواداران او به مراکز نظامی ارتش یورش برده بودند. آقای خان اما همواره دخالت در تحریک اعتراض‌های خشونت‌آمیز را رد کرده است. اکثر کشورها صاحب ارتش هستند، ولی در قضیه پاکستان ارتش صاحب کشور است. به نظر می رسد عمران خان با محبوبیت خود این پارادایم را شکسته است. او فکر می کند می تواند با شهرت خود ارتش را به چالش بکشد، کاری که به نظر می رسد تا کنون انجام داده است. در همین حال گزارش شده که تصمیم کمیسیون انتخابات پاکستان برای محرومیت 5 ساله عمران خان از شرکت در رقابت‌های انتخاباتی همچنان پابرجاست. عمران خان از 14 اسد به اتهام فروش غیرقانونی هدایای دولتی در دوران نخست وزیری خود در زندان بسر می‌برد. مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی بر لزوم احیای برجام یا دستیابی به توافق دیگر برای نظارت بر برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرد. رافائل گروسی گفت اگرچه این توافق کاملا از بین نرفته اما هیچ سود هم ندارد. آقای گروسی همچنین گفت ایران در حال حاضر هیچ سلاح هسته‌ای در اختیار ندارد. این در حال است که پس از توافق تبادله زندانیان بین آمریکا و ایران برخی از کشورهای میانجی ابراز امیدواری کردند که این موضوع بتواند به گفتگوهای احیای برجام بیانجامد. مذاکرات غیر مستقیم تهران و واشنگتن برای احیای برجام از 1 سال پیش شکست خورده و تا کنون دو کشور نتوانسته برای حل برای این موضوع برسند. و حالا توجه نمایید به پیشبینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 31.14، بامیان آفتابی 25.8، جلال آباد آفتابی 38.25، غزنی آفتابی 29.12، قندهار آفتابی 39.20. خوندز آفتابی 40.22، لشکرگاه آفتابی 41.23، مزار شریف آفتابی 40.23، نیلی آفتابی 30.14، هرات آفتابی 39.20. اسلام آباد آفتابی 35.25، تهران آفتابی 34.22، دبی آفتابی 40.32، دهلی آفتابی 37.28 و سرانجام مکه آفتابی 44.29. در پایان مرور دوباره به سرخط مهمترین خبرها. تصمیم تازه وزارت معادن و پترولیم درباره صادرات زغال سنگ. تا 2 ماه دیگر هیچ بازرگان بدون مکتوب رسمی نمیتواند زغال سنگ را به خارج از کشور صادر کند. و بعد از تاریخ اول عقرب اینا مکلف هستند که جهت صادرات زغال سنگ خود مکتوب صادراتی وزارت را نزد خود داشته باشد. تأکید کابل و تهران بر افزایش همکاری ریلی میان دو کشور. رئیس اداره خط آهن در سفر به تهران با همتای ایرانی خود دیدار و گفتگو کرد. ایرانی لوری و افغان لوری تأکید پردی و کرچی باید لدغی وسپنی پرلی سخر انتقالات و کچل ورسی. و تعلیق حکم 3 سال زندان عمران خان توسط دادگاه عالی پاکستان. بر اساس این تصمیم نخست وزیر سابق همچنان از فعالیت‌های سیاسی منع است. حکم زندان او به تعویق افتاده. جزئیات بعداً به دسترس قرار خواهد گرفت. ان شاء الله خان صاحب امروز رها خواهد شد. با پایان بسته خبری این ساعت رسیدیم. شما می توانید بسته های خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز دنبال کنید. سپاسگزارم از توجه شما. شب خوش. خدا نگهدار.